عرض سلام مجدد در خدمتون هستیم از استدیو حضرت ام البنین، ویژه برنامه ماه غم با موضوع نگاه تطبیقی. استاد علوی بزرگوار سلام و گوش هست در خدمتون. تا اینجا بحث رو آوردیم که اگر در جامعه ای به حسب ظاهر خداوند متعال قبول شد، پذیرفتن خدا رو، خودشون رو مقید به احکام هم کردن، اما ولایت ولی خدا رو نپذیرفتن، می شود با اسم مسلمانی هر جنایتی رو مرتکب شد؟ یعنی دین بدون ولایت ولی خدا همین. برگردیم به تاریخ امیرالمومنین علی علیه السلام. در جنگ نهروان یا همون خوارج، وقتی که اینها اومدن در مواجهه با امیرالمومنین، در اثنای این که حالا جنگ صورت می گرفت، یه جایی یک زن و مرد بیگناهی رو که خانومش هم باردار بود اینها کشتن، فقط به جرم اینی که در فضای امیرالمومنین بودن این خانواده. اما همونها از یه جایی رد می شدن، یه دونه یک خرمای افتاده بود زیر یه درختی، یکیشون ورداشت بخوره، اون یکی بهش گفتش که تو میدونی که صاحبش راضی هست که این خرما رو بخوری یا نه؟ خرما که تو دهنش بود انداخت بیرون. یعنی به این عنوان که حتی به اندازه یک دانه خرما حق الناس رو گردنش نباشه، اما به راحتی آدم میکشتن چون در خط امیرالمومنین بود. اصلا به این کار ندارم که اونها تصورشون برای حق و باطل بودن خط امیرالمومنین هست یا نه. یک کسی که این اندازه خودش رو مقید احکام میداند، آیا نباید یه سوال بکنه که آیا در مثلا در مسیر یک خلیفه ای بودن الزاماً جرمش قتله؟ حالا مردش رو کشتن، زن حامله چی؟ چرا اونو کشتن؟ ببینید وقتی که یه دینی باشد که ولایت ولی خدا نباشه توش، اصلا نباید اینجور اتفاقات انسان رو متعجب بکن، چون نتیجهش همینه. توحید است، خود اون توحید اشاره کرده، ارجاع داده است به سمت ولایت ولی خدا، که این ولی خدا احکام شما را از انحراف حفظ بکنه، بتونید درست عمل بکنید. از کی این اتفاق افتاد؟ این اتفاق که شما نتایجش رو در کربلا میبینید، ریشش برمیگرده به بعد از شهادت نبی مکرم. یعنی اون موقعی که این شعار علم شد، حسبنا کتاب الله، یعنی یه عده‌ای در زمان این که پیغمبر اکرم دیگه آخرین روزهای عمر شریفشون رو میگذروندن، حدیث قرطاس در کتب معتبر شیعی و اهل عامه متعدد ذکر شده و شاید حتی تو بعضی از مجامع علمی وقتی که روایت رو میخونن دیگه حتی آدرس هم نمیدن، یعنی اینقدر واضحه که نبی مکرم فرمودن قلمدوات بیارید که براتون یه معرفی بنویسم. قبلا کارهایی شده بود، قدیر چند روز قبلش بود، براتون بنویسم و شاید اگر اجازه میدادن نبی مکرم بنویسن، تنها دستخط پیغمبر اکرم به ما میرسید. نپذیرفتن، این شعار رو دادن، حسبنا کتاب الله، کتاب خدا ما رو بس است. این عبارت دو سه کلمه ای، حسبنا کتاب الله، یک با خود توحید مخالفت داره، دو با قرآن مخالفت داره، سه با پیغمبر اکرم مخالفت داره. یعنی همه چیز را که در اون حلقه ولایت قرار میگیره حذف میکنه. حسبنا کتاب الله یعنی مسلمانانی که فقط احکام رو و ظواهر دین رو انجام بدن و به بطون دین و فهم دین هیچ کاری نداشته باشن، که نمونهشو در خوارج میبینید، بعد دیگه تاریخ رو بیاید جلو. حسبنا کتاب الله مخالفت صریح با خود قرآنه، چون خود قرآن می‌فرماد که تا
درسته که لا رتب و لا یابس الا فی کتاب مبین، هیچ چیز درشتی نیست الا که ما تو قرآن مطرح کردیم، اما فهم این قرآن کار شما نیست، فیها آیات و محکمات داره، یه جاهاش هم اخر و متشابهاته، باید به در خونه راسخونه فی العلم، شما همتون نمیفهمید اینو. نه اصلا خود قرآن میفرماد ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا، خود قرآن داره ارجاع میده به سمت پیغمبر، بعد یکی بلند میشه میگه حسبنا کتاب الله، مخالفت با خود قرآن. وقتی که نبی مکرم فرمودن که بیارید من یه چیزی بنویسم، نفی اسمت پیغمبر اکرم کردن اونهایی که گفتن نه الان حالش خوب نیست، العیاذ بالله، اون عبارتی که دارم توی روایت که من دیگه عبارت خود اصل عبارت رو نمیگم، جسارتی کرد به ساعت، یعنی پیغمبر اکرم اگر که وقتی کسالت داشته باشن حرف خارج از اون چی که خداوند متعال مقرر کرده است بزنن، خب اسمت حضرت میره زیر سوال، نمیشه به حضرت اعتماد کرد، مخالفت با اسمت حضرت، مخالفت با نبوت حضرت. حسبنا کتاب الله یعنی درست کردن اسلامی بدون حلقه ولایت که بعداً هر کار خواستیم تو این اسلام بکنیم بتونیم انجام بده، یعنی بتوانیم شاکله حکومت اسلامی رو بر مبنای دنیا پرستی قرار بدیم کما اینکه کردن، شاکله حکومت اسلامی رو بر مبنای تبعیض و حیف و میل اموال بیت المال بکنیم کما اینکه کردن، اشرافیگری که دیگه حکومت اموی ها که با معاویه به عنوان سردسته شون شروع شده پر از این قصه هاست، از بعد از پیغمبر اکرم هم که شما دیگه ببینید اونهایی که حکومت اسلامی رو در اختیار گرفتن هر ظلم و جنایتی دلشون خواست کردن ولو ظاهر سازی هم کردن. دختر یکیشون بهش گفتش که بابا تو قبل از اینکه خلیفه بشی نون و سرکه می‌خوردی، الانم بالاخره خلیفه شدی، خب اندرونی که می‌بینیم چه خبره، ولی بالاخره بیرونی هم با جلو مردم نون و سرکه می‌خوری، چه وضعش آقا خلیفه ای الان؟ گفت خب اگر من این نون و سرکه نخورم که نمیتونم علی رو خونه نشین کنم، نه باید ظاهر رو حفظ کرد تا اواخر حیات ملعون معاویه این ظاهرسازی حفظ شده ها، یعنی یه مقدار در زمان عثمان کمتر رعایت شد، اما باز معاویه با اون حیلگری ها شکم بیشتر رعایت کرد، دیگر یزید رسما همه چی رو گذاشت کنار، که این رو هم به مناسبت یه بحثی دو سه شب قبل توضیح دادیم. این که حکومت اسلامی بتواند به عنوان خلیفه ثروت اندوزی بکنه، زندگی اشرافیگری تشکیل بده و تبعیض قائل بشه به دوستان و رفقای خودشون بیشتر بدن، مع الاسف شما میبینید که مثلا شخصیت هایی مثل مغیره، مثل قنفذ، اینها حتی از بیت المال به خاطر اون خوشخدمتی هایی که کردن بیشتر گرفتن، و هر کس که از دوستان اهل بیت بود به بهانه های مختلف حق و حقوقش رو از بیت المال قطع می کردن. شما این اسلام رو بذارید کنار اسلامی که اگر حلقه ولایت توش باشه چه اتفاقی می افتاد. یه داستان رو از تاریخ نقل بکنم، اینها رو عزیزانی که اهل مطالعه هستن بذارن کنار اون بحث هایی که در تاریخ می خونن از اشرافیگری بنی امیه و قبلی هاشون به عنوان خلفای جامعه حکومت اسلامی، یا آقای نزدیکی های مدینه برخورد کرد توی نخلستان با یک آقای پیرمردی و خب گشنش هم بود، اومد به پیرمرد بزرگوار گفتش که گشنمه، چیزی داری من بخورم؟ ایشان هم عرض کردن که بخچه نانی هست اون گوشه اگر دوست داری،
اومد و بخچه نان رو مهرمومم بود باز کرد، یه مقداری از اون نون برداشت تا گذاشت تو دهنش، به حالتی که بگیم مثلا از سفتی دندوناش نزدیک بود بشکنه، سری آورد بیرون و گفت پیر مد اینو که با زانو هم نمیشه خوردش کرد. حالا این چیزی هم بود که مثلا خیلی مهم بود که شما مهرمومش بکنی، آقا این نمیشه خورد. ایشان فرمودن خوراکی من دارم همینه، اگر که بخوای بالاخره سفره بهتری باشه این آدرس برو تو مدینه محله بنی هاشم، اونجا خونه یه آقایی هست خیلی هم کریمه، اونجا هرچی دوست داشتی میل کن. اومد و پرسجو کرد و اومد تو محله بنی هاشم و منزل امام مجتبی علیه السلام رو بهش نشون دادن. نشست سر سفره، ظهرم بود، حضرت سفره مینداختن، همیشه بالاخره خانه کریم اهل بیت بود. غذاشو که خورد یه مقداری از این نونها و بعضی از قسمت‌های غذا رو آهسته گذاشت زیر عبای لباسش. امام مجتبی علیه السلام دیدن، حضرت بهش فرمودن که اینجا قضا همیشه هست، شما نگران مثلا وعده های بعدیت نباش، الان بخور خوب سیر شو، خودت رو به زحمت ننداز. حرف حضرت این بود، شبم موقع شام بازم بیا بزن. همین قصه هست. به حضرت عرض کرد که برای خودم نمیخوام، من وقتی که می آمدم داخل شهر با یه پیرمردی برخورد کردم، قصه رو گفت. امام مجتبی علیه السلام تاریخ داره که حضرت اشک ریختن، فرمودن اون پدرم علیه، قضاش همین. اگر میبینیم مهرمومم کرده، چون یه باری من و برادرم امام حسین علیه السلام یکم روغن مالیدیم به تعبیر خودم رو این نونا، اون طبع قضاش همینه با اقل افراد جامعه، یعنی حتی از اونها هم پایین تر قضا میخوره. این ولایت ولی خداست. حالا اگر قرار باشه اینو بذارید کنار اشرافیگری هایی که بعدن پیش آمد، بحث ما اون نگاه خاصه که ببینید اگر در زندگی فردی خودمون فقط صرفاً قرار شد که بگیم خدا رو پذیرفتیم، احکام رو هم دقیق رعایت بکنیم، نماز بخواند اول وقت تو مسجد به جماعت، خیلی عالی، همه این چیزهایی که به عنوان احکام رعایت بکنیم، اما اولویت کارش قبل از حجت خدا خودش باشه. یعنی اگر در تزاحم قرار گرفت، اونی که براش مهمه اینه که خودش چجوری باشه. حضرت فرمودن گاهی اوقات، امام صادق علیه السلام میفرمودن گاهی اوقات بعضیا اینقدر مقید مثلا به نماز اول وقت میشن که در ترک نمازشون ترس دارن، نه به خاطر خدا، به خاطر آبروی خودشون. نماز اول وقت هم بخونه ها. اگر ولایت ولی خدا باشد، هیچ موقع نظر خودش رو بر نظر حجت خدا تحمیل نمی کنه. اینایی که دارم میگم اگر ریزش بکنم، در بعضی از موارد فقط خواهشم از عزیزان بیننده و فضای کلی اینه که کسی انطباق با جایی نده، اینو کلی شو بفهمه. عزای سید و شهداست کار شخصی من. میخواییم مهمونی بگیریم، مهمونی هم گرفتیم، مهمون هم دعوت کردیم، نمیدانستیم، امروز فهمیدیم تاریخ مثلا شب وفات بی بی دالام حضرت ام البنینه، چه حرکتی میکنه؟ حالا جز معصومین که نیستن آقا، ما هم که قرار نیست کاریم، حالا یک دو تا خنده ای هم که بالاخره، ولی یک کسی که اولویتش رضایت حضرت ولی الله الاعظم قطعا همین کارم نمیکنه. من یه مثال ساده زدم، تو تجارتمون، تو رفتارهای فردیمون، تو رفتارهای خانوادگیمون، در ارتباطات اجتماعی گرفتن، من اگر که یه کار اقتصادی میکنم با یه فضایی هم مطرحم که کار میکنم که طرف مقابل من ممکنه که فرض بفرم جنس مخالف باشه، که ارتباطات در زاویه دین تعریف شده است، حجت خدا، امام زمان، امیرالمؤمنین، پیغمبر اکرم دستورات خدا رو تو این زمینه راحت به ما رسوندن، حالا آقا ما بخواییم یک تجارتی انجام بدیم، باید دوتا لبخندم حالا با یه نامحرم زد، این برخوردی که الان تو خونه میخوام انجام بدم با خانوادم،
این برخوردی که الان تو کلاس میخوام با همکلاسیم انجام بدم، این برخوردی که تو بازار میخوام انجام بدم، به هر طریقی، فقط رسیدن به اون هدف مهمه که انجام بدم. حالا من فرض بفرمایید که یه خیریه رو از نظر مالی پشتیبانی بکنم با یه رقم سنگین، ولی از هر راهی شد پول در بیارم، این مسیر کاره. لذا شما تو خطبه شقشقیه تذکراتی که امیر المؤمنین علی علیه السلام به این قصه دادن که خیلی خطبه عجیبیست، درد دلهای امیر المؤمنینه که به فرمایش خودشون یه لحظه دهن باز کرد و حضرت سریع مجدد برگشتن که بستن این قصه رو، به این که حضرت بفرمایین که اما والله لقد تقمسها ابن ابی قحافه، یا در بعضی نسخ داره فلانون، اما عموما داره که حضرت اشاره کردن به اسم، اینا یه لباسی تنشون کردن که مال خودشون نیست. و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرحا، اینا میدونن که علی ابن ابی طالب محور این آسیابه، محور رو بردارید دیگه این سنگ آسیاب نمیکنن. اگه حلقه ولایت رو از زندگیت حذف کردی، در کربلا اتفاقی میافتد که اون اتفاق منجر به شهادت سید الشهدا است. در امروز زندگی من و شما هم اگر خدایی نکرده در جامعه حلقه ولایت از مجموعه زندگی حذف شد، یعنی ولایت ولی خدا رفت در زمینه فقط چند تا دعا، یه صبح جمعه بشین دانود بخونیم، خیلی هم عالیه، فوق العاده عالیه، نمیدونم دور هم میشینیم یه دعای فرجی با هم بخونیم، خب اینا که خیلی عالیه، اما وردیمش تو همین زمینه فقط. ولایت ولی خدا محدود شد به همین جا. کاسبی اون ولایت ولی خدا هست؟ نه، به حسب ظاهر خودمون یک سری ظواهر رو رعایت میکنیم، اما باطن کار چی؟ اون رضایت ولی خدا هست؟ همون میشه که گرفتار میشیم به همون جمله‌ای که روایتش مفصله، حالا خیلی طولانیه، من یه عبارت چون بخونم، که پیغمبر اکرم به امیر المؤمنین بعد از توضیحاتی فرمودن که علی جان اگر یه موقعی دیدی که مردم خودشون رو اذا رأیت الناس اشتغل بالفضائل، دیدی مردم چسبیدن به مستحبات، تو دنبال واجباتت باش. واجبات یعنی بودن ولایت ولی خدا. اگر غرق در مستحبات شد که نمیدونم همین احکامی رو که به عنوان مستحب انجام میدیم، اما اصل کار چی؟ شاید در بعضی موارد این مثال رو در مناسبت‌هایی از من شنیده باشن، قدیر جز واجبات زندگی ماست، گاهی قد به یه مستحبات دیگه میچسبیم که قدیر رو میبریمش تو حاشیه. خب این میشه همینی که حضرت فرمودن. اگر من یک جمع‌بندی بکنم که این بحث اگر بتونیم انشاءالله همین اینجا تمومش بکنیم انشاءالله. که چون ادامه بحث رو میخوام یه سرفصل خاص شروع کنم که نیاز به یک سری مقدمات بیشتر داره، و اون این که اگر در زندگی فردی و اجتماعی ما ولایت ولی خدا حذف شد، یعنی امام زمان علیه السلام رفت تو حاشیه، امام زمان هستن، حالا تو ادعیه، تو دعا، تو بعد نماز، اما تو رفتارشناسی چی؟ تو عمل کردن به دستوراتشون به صورت تخصصی و به صورت مصداقی چی؟ هر مدل رفتاری که دلمون خواست از ما صادر بشه، فقط خودمون رو مقید به همین ظاهر اعمال بکنیم. خب نماز همه داریم میخونیم، الحمدلله اینم لطف خداست نماز میخونیم، اگر صرفا تو ظاهرش گیر کردیم، نمازی که قرآن میفرماد باطنش اینه، شما اگر انجام دادید یه نماز خوب خوندید، اون نماز شما را به جایی میرساند که تنها عن الفحشاء والمنکر، هیچ گناهی انجام نمیدید، حداقل سمتش نمیرید، نمیخوام بگم به اسمت میرسید، اما تو اون مسیر قرار میگیره. اما چرا نماز میخونه؟ یه نفر نماز میخواند، نگاه مسموم میکند، حرف بد میزند، اون چی که خدا دوست ندارد میشنود. چرا اتفاق میفته این؟ چون فقط تو ظاهر نماز است، باطن نمازه که این نیست. باطن نماز اونیه که در کنار سید و شهدا می ایستد، نماز میخواند، وسط نمازم تیر میخوره، شهید میشه.
جلوی سید الشهدا برای اینکه حضرت نمازشون رو بخونن میایستد، تیر هم میخورد، تیرها رو هم با بدنش میگیرد که سید الشهدا علیه السلام نماز رو اقامه بکنه. این نمازی که ولایت ولی خدا توشه. اما این نفر نمازم میخونه، نمازی گفته شما گناه نمیکنی، بعد خیلی راحت میبینید که در غارتی که میکنن حتی به تنابهای سوخته نیم سوخته خیمه ها هم رحم نمیکنن. این تفاوت عمده است. یعنی اگر یک کسی این اتفاق رو در قصه روز عاشورا دقیق دید و بعد هم در زندگی امروز خودش تطبیق کرد، اسلام بدون ولایت ولی خدا میشود اتفاقی که در عاشورا افتاد. انشاءالله که خداوند متعال کمکمون بکنه ولایت ولی عالم حضرت حجت ابن حسن ارواحنا فدا در متن زندگیامون باشه و بتونیم به اون چیزهایی رو که به عنوان باورها و اعتقاداتمون بیان میکنیم عامل باشیم انشاءالله. الهی آمین. دستتون در نکنه خدا قوت. ما از دعای خیرتون فراموش نکنیم انشاءالله که لحظه به لحظه اعتقادمون، محبتمون، قلبمون به امام زمانمون نزدیکتر بشه و انشالله خودمون و فرزندانمون روز به روز ثبات قدممون در خونه اهل بیت پایدارتر. ممنونم از شما. اونهایی که بار سفر رو بستن و عازم کربلا هستن حتما دارن میبینن که هر کسی از کنار گوشه های دنیا خبر اربعین رو میده، اما اونهایی که تا حالا مشرف نشدن به کربلا جدن برای اربعین اگر میتونن بار سفر رو ببندن. هر کسی که بخواد ادعایی در این سفر داشته باشه از آن اینکه خطر هست، واقعا هم چیزی نیست و اتفاق نیفته، اگر مشکلات شخصی باشه که شاید تو کربلا اومدن در مناسبت‌های دیگه این باشه که بگن مشکلات مالی دارن، اما در اربعین واقعا با کمترین هزینه میشه ظاهر امام حسین علیه السلام شد، لذا هم مشوق ظاهرین امام حسین علیه السلام باشید، شما هم مشوق باشین و انشالله از زائرین کربلای معلای امام حسین علیه السلام. انشالله که اربعین همتون مهمان امام حسین باشین و در شبکه جهانی از تمام فضل عباس علیه السلام ببینیمتون. در پناه امام حسین باشین. یا علی مدد، التماس دعا، خدا نگهدارتون.